ساز و سخن، نوشته آقای روح الله خالقی. سلام بر شنوندگان عزیز. چنان که از نام این برنامه معلوم می شود، این سخن با ساز همراه است، با این تفاوت که موسیقی فقط برای رونق کلام با ساز همراهی نمی کند، بلکه کلمات در تفسیر و توضیح موسیقی به کار می رود. البته گفتگوی ما تنها مربوط به موسیقی ایران است و برای موسیقی اروپایی برنامه دیگری ترتیب داده شده که مورد استفاده علاقمندان قرار خواهد گرفت. در این برنامه ما می‌خواهیم موسیقی ملی خود را بهتر بشناسیم. شاید بگویید اون را که می‌شناسید. صحیح است. اما گمان می‌کنم با این توضیحات اون را خوبتر بشناسید و درک شناسایی اون را بیشتر یابید. موسیقی هر ملت نماینده روح و ذوق و سرچشمه الهام آن ملت است. همانطور که تاریخی بس کهن داریم، موسیقی ما هم از عهد قدیم برای ما به یادگار مانده. ما از خلال این نغمه ها با گذشته پر افتخار خود رابطه میابیم. این نواها آرام دهنده خاطر و روشنی بخش دل ماست. گذشتگان با اینکه وسایل ضبط الحان موسیقی را جز از راه حافظه و گوش نداشتند، این نغمه ها را به خاطر سپردند و سینه به سینه و دهان به دهان به ما آموختند. حیف است ما که اکنون از لحاظ داشتن وسایل فنی از آنون بسی غنی‌ترین، آنها را از یاد ببریم. هرچند که به کلی از یاد نبرده ایم و نمونهایی در دست داریم، ولی چه بسا که در اثر سهل‌انگاری ممکن است فراموش کنیم، چنان که متاسفانه بسیاری از نواهای قدیمی را هم به دست فراموشی سپرده ایم. به هر حال وظیفه ماست که اکنون اون چه به دست ما رسیده است حفظ کنیم و به آیندگان بسپاریم تا اونها را دچار حرمانی که خود گشتیم نکنیم. البته باید اونچه داریم بنوازیم و بخوانیم و با گذشته خود ارتباط یابیم، زیرا یاد گذشته مخصوصاً خاطره های ملی ایام سابق بسیار دلانگیز و مطلوب است.
برنامه ساز و سخن شما را با تاریخ موسیقی ملی ایران آشنا می کنیم. ردیف کامل دستگاه ها را به تدریج می نوازیم و در اطراف اون توضیحات لازم می دهیم. از خواص فنی و کیفیت موسیقی خود سخن می گوییم. سازهای ملی ایران را معرفی می کنیم. کوشش ما بر این است که کمتر وارد بحث علمی شویم تا مطلب برای همه قابل فهم باشد. ولی برای اینکه اهل فن هم استفاده کنند، ناچار باید اصطلاحات فنی هم به کار برد. و چه اشکال دارد که غیر اهل فن هم به تدریج تا اندازه‌ای به مقدمات فنی آشنا شوند. امروز در دنیای متمدن شناسایی موسیقی ملی هم مانند تاریخ و ادبیات جزء برنامه مدارس است و ما هم که در این برنامه با طبقه روشنفکر و تحصیل کرده سر و کار داریم، هیچ مانعی ندارد که اگر در بین این طبقه برخی اطلاعات کمتری در این زمینه دارند، آنها را وارد مطلب کنیم که با آگاهی بیشتر موسیقی خود را بشنوند و از آن بیشتر و بهتر استفاده کنند. اساس موسیقی ایران بر مقامات است. در کتاب‌هایی که راجع به موسیقی ما از عهد قدیم نوشته شده، از 12 مقام گفتگو به میان آمده است. این نکته را هم باید اضافه کنم که ما راجع به موسیقی خود حتی از 1000 سال پیش هم کتاب در دست داریم، زیرا فلاسفه بزرگ ما مانند فارابی و ابن سینا هم از موسیقی بحث کردند. اهل فلسفه می دانند که فلسفه قدیم شامل 2 قسمت نظری و عملی بوده و در قسمت فلسفه نظری از علوم حساب و هندسه و نجوم و موسیقی گفتگو به میان آمده. به همین جهت است که هر کس به روش قدیم کتابی در فلسفه نوشته، بحثی هم از موسیقی به میان آورده است، زیرا موسیقی را از فروع ریاضی حساب می کردند. البته از یک جهت صحیح است، زیرا اساس موسیقی صوت است و صوت از ارتعاش اجسام صدادار پدید می آید و کمی و زیادی ارتعاش سبب زیر و بمی یا ارتفاع صوت می شود و صداها با هم دارای نسبت‌های ریاضی هستند. اتفاقاً در کتب موسیقی قدیم ما هم موسیقی را بیشتر از این نظر مورد بحث قرار داده اند. صحبت از این بود که موسیقی ما در قدیم 12 مقام داشته است. مقام همان است که در موسیقی اروپایی مد نامیده می شود. در قرن اخیر کلمه مقام که عربی بوده به تدریج منسوخ شده و کلمه دستگاه جانشین آن شده و موسیقی ما همکنون دارای 7 دستگاه است. البته چون 5 آواز کوچک هم در دستگاه شور استقلال دارد و به تنهایی نواخته می شود، می توان گفت که حالا هم جمعاً 12 مقام و آواز داریم
منتها 5 تای آن در یک دستگاه است و این 5 آواز عبارتند از ابو عطا، بیات ترک، افشاری، دشتی و بیات کرد. اما اون 7 دستگاه عبارت است از شور، همایون، سگاه، چهارگاه، ماهور، نوا و راست 5گاه. هر یک از این دستگاه ها تشکیل دهنده یک مقام است. هر دستگاه دارای نغماتی است که گوشه نامیده می شود. نوازندگان امروز تمام گوشه های یک دستگاه را نمی نوازند. شاید از این نظر که برای شنونده خستگی خاطر می آورد. این است که دستگاه ها خلاصه شدیم. این خلاصه ها را شما در برنامه های موسیقی ایرانی رادیو می شنوید. قصد ما این است که گوشه های متروک را هم به گوش شما برسانیم، اما نه به طوری که موجب خستگی شود، بلکه در هر برنامه قسمتی را هم به این کار اختصاص می دهیم. این نکته را هم باید یادآوری کنم که موسیقی ما الحان نوشته نداشته است، زیرا خط موسیقی مدت زیادی نیست که بین ما متداول شده. از نیم قرن به این طرف هنرمندانی در صدد برآمدند که دستگاه ها را با خط موسیقی بنویسند و آنچه که امروز مدرک و در دسترس ماست ردیفی است که از مرحوم میرزا عبدالله باقی مانده است و توسط چند تن از علاقمندان نوشته شده. موضوع گردآوری این نغمات داستان مفصلی دارد که برای احتراز از طول کلام آن را به برنامه دیگر محول می کنم. اکنون شروع می کنیم به اجرای قسمتی از دستگاه کامل همایون. آقای نصرالله زرین پنجه به تدریج این گوشه ها را برای شما خواهند نواخت. قسمت اول موسوم است به درآمد. قسمت دوم کرشمه نام دارد که یک جمله سه ضربی است و فرود آن که به همایون می رود بی ضرب می شود. قسمت سوم چهار مضراب است. آنچه از ترکیب این دو کلمه معلوم می شود، چهار مضراب اختصاص به سازهای مضرابی مخصوصاً تار داشته و در حقیقت قطعه ضربی کوچکی بوده که در بین آواز نواخته می شده.
اکنون چهار مضراب کوچکی از همایون را به سبک قدما میشنوید که به وزن 6/8 است. قسمت چهارم نغمه یا زنگ شتر نام دارد. قطعه است سه ضربی که فرود آواز مانند آن به همایون می رود. قسمت پنجم گوشه چهارگاه نام دارد. در اینجا از مقام همایون به مقام چهارگاه انتقال پیدا می کنیم که اون را به اصطلاح فنی تغییر مقام یا مدولاسیون گویند. اصولاً در موسیقی ایرانی این نوع تغییرات زیاد نیست و در طول یک دستگاه بیش از یکی دو مرتبه عملی نمی شود. تغییر مقام معمولی همایون به چهارگاه چنان که بعد گفته خواهد شد در مایه شوشتری است که به منصوری که یکی از گوشه های چهارگاه است انتقال پیدا می کند. ولی این نوع تغییر مقام که اکنون خواهید شنید کمتر معمول است. در هر حال در اینجا از همایون راستکوک که در پرده سل نواخته می شد به چهارگاه سل می رویم و نوت فا که سابقاً به کار بود دیز می شود. چه خوب است که نوازندگان این تغییر مقام را هم فرا گیرند و از همایون به چهارگاه به این وسیله هم انتقال پیدا کنند. حالا گوشه چهارگاه را در همایون بشنوید. حالا مطلبی را تذکر می دهم. در قدیم معمول آوازخوان‌های استاد چنین بود که گاهی برای هنرنمایی چند دستگاه را توأمن می خواندند. یعنی از یک دستگاه شروع می کردند و به دستگاه‌های دیگر می رفتند و این عمل را ترکیب خوانی می نامیدند. علتش هم این بود که گوش‌ها برای استماع آوازهای مفصل آماده بود. ولی چون در حال حاضر شنوندگان نمیخواهند که مثلا یک دستگاه را یک ساعت گوش کنند، این است که این تغییرات که موجب طول مطلب میشده متروک گردیده. ولی دانستن و راه عملی کردن آنها برای اهل فن بیفایده نیست. حالا قسمت ششم را میشنوید که موالیان نام دارد. این کلمه در کتابهای قدیم موسیقی یافت نمیشود و تصور میکنم در دوره های اخیر پیدا شده. در هر حال موالیان فرودی است از چهارگاه به همایون.
تا اینجا 6 نغمه از همایون شنیدید. البته دستگاه همایون بسیار مفصل است و همه اون را نمیتوان در یک برنامه شنید. بنابراین دنبال مطلب را به برنامه آینده موکول میکنم. حالا آهنگی از ارکستر گلهای رادیو ایران که موسیقی بدون آواز اون را در متن همین برنامه شنیدید استماع خواهید کرد. قسمتی از برنامه شماره 245 گلهاست. آهنگ را بنده ساختم. شعر اون از آقای رهی معیری است. این آهنگ را آقای بنان خواندند و نام آن شب جوانی است. Thank you.
بهار آم بنده شد شب جوانی که اجازه می‌خواهم نخست مختصری از رابطه موسیقی و روحیه ملی سخن گویم. هنرهای زیبا نماینده احساسات و روحیات اقوام است و چون ذوقیات ملل متفاوت است، موسیقی آنها هم که نتیجه تربیت روحی آنهاست از یکدیگر متمایز می‌باشد. همانطور که عادات و آداب دو قوم مختلف است، اگر موسیقی آنها هم متفاوت باشد جای تعجب نیست. اوضاع طبیعی و عوالم روحی و معنوی و طرز عقاید و افکار و کیفیت رسوم مذهبی و درجه تمدن و سوابق تاریخی و هوائج زندگانی مادی همه در اختلاف موسیقی دو ملت عوامل مؤثری است. ایرانی هرچه با موسیقی اروپایی آشنا باشد، نغمات موسیقی ملی در او تأثیری دیگر دارد، زیرا نوای دل خود را می شنود. چه او در دامان مادری پرورش یافته که با آهنگ دشتی برایش لالایی خوانده، در کوچه و بازار از دهان دورگردان نغمه ابو عطا و افشاری شنیده، مؤذن و قاری قرآن با آهنگ حجاز گوش او را نوازش داده و قلبش را روشنی بخشیده، گدای رهگذر با آهنگ منصوری از او کمک خواسته، نغمه نی را از چوپان نیزن شنیده و درویشی برایش مثنوی خونده و در سرزمینی چشم گشوده که نوای غم‌انگیز سگاه و نغمه باشکوه همایون و آواز راحت بخش نوا و آهنگ نشاط‌آور ماهور در آن متداول و رایج بوده است. این نواها یادبود گذشته‌های شیرین و خاطرات لذت بخش نیاکان ماست. این موسیقی ثمره حوادث و انقلابات پیشین و به یاد آورنده خاطرات شادی بخش و دوران غم‌انگیز گذشته است. اکنون نمونه کوچکی از موسیقی شادی بخش قدیم ما را در ماهور می شنوید. Thank you.
این هم نغمه ای از الحان غم‌انگیز ما در ابو عطا و دشتی. بعضی گویند حزن و ملال موسیقی ما بیش از طرب و شادمانی آن است. باید توجه داشت که رنج‌های گذشته موجب پیدایش نواهای حسرت بار شده است. زندگانی آدمی همیشه فرح بخش و شادمان نیست. شادی وقتی مطلوب است که به دنبال غمی نمایان شود. زندگی مخلوط رنج و شادی است. اگر ملت ایران از این پس فقط شادی کند و درد و رنجی نبیند، نواهای آیندگان ما هم طرب انگیز و فرح بخش خواهد بود و امیدواریم چنین باشد. این بحثی است طولانی و نمیخواهم شما را با کلمات مشغول کنم. مقصود اشاره ای بود تا در جای خود به تفصیل اون بپردازم. در برنامه گذشته چند قسمت از دستگاه همایون را شنیدید که عبارت بود از درآمد، کرشمه، چهار مزراب، نغمه یا زنگ شتر، گوشه چهارگاه، موالیان. برنامه امروز با آهنگ بیداد شروع می شود که اسمی است با مسما و توقف آن روی درجه پنجم و فرود آن روی درجه چهارم همایون است. بیداد نغمه بسیار زیبا و مستقلی است که می توان آهنگ‌های مخصوصی هم در این پرده ساخت. هرچند امروز کمتر معمول است ولی چقدر مناسب است اونها که ذوق نغمه پردازی و آهنگسازی یا سازندگی دارند، به عوض اینکه همیشه در دستگاه اصلی آهنگی بسازند، در گوشه هایی هم که برای این کار مناسب است ذوق آزمایی کنند، که این خود یکی دیگر از موجبات تنوع موسیقی ما خواهد شد. حالا بیداد را بشنوید. Thank you.
آهنگ بعد از بیداد نی داوود نام دارد که سابقا در مورد خاصی در تعزیه خونده می شد. این آهنگ نیز در پرده بیداد و نغمه زیبایی است که مجدداً به همایون فرود می آید. آهنگ سوم باوی نام دارد. جمله کوچکی است در پرده بیداد و پس از آن چهار مضراب کوچکی در وزن 6/8 یا 6/16 نواخته می شود و روی پرده شاهد همایون توقف می کند. آهنگ چهارم سوز و گداز است که در اصفهان هم معمول است. این نغمه نیز در پرده همایون اجرا می شود. آهنگ پنجم موژه نام دارد و نغمه کوچکی است که با چشم به هم زدنی تمام می شود. شاید به همین نام موژه نام گرفته است. چنان که ملاحظه کردید در اینجا یک تغییر کوچکی در پرده همایون داده می شود و نوت سی کرون می شود. در ویولون نوت دو سوریست و اشاره به پرده بعد می شود. نغمه مختصری بود که به همایون فرود آمد. آهنگ ششم ابوالچپ و راوندی است. ابوالچپ درآمدی است برای لیلی و مجنون و راوندی تمرین قشنگی است با مضراب مخصوصی. ابوالچپ نام عجیبی است که در موسیقی قدیم ما سابقه ندارد. حالا ابوالچپ و راوندی نواخته می شود.
آهنگ هفتم لیلی و مجنون است. با این آهنگ اشعاری از خمسه نظامی خوانده می شود. سابقا در موقع تدریس ردیف این شعر را با اون می خواندند. گفتم سنما رخ تو ماه است، بردی دل من خدا گواه است. مصرع اول این بیت از نوت دو شروع می شود و به لاکرون یعنی شاهد همایون ختم می شود. مصرع دوم همان آهنگ است که به تونیک همایون فرود می آید. مصرع سوم روی ره می ایستد و به لاکرون فرود می آید. مصرع چهارم به همایون سل می رود. اکنون لیلی و مجنون را بشنوید. آهنگ هشتم طرز نامیده می شود که در پرده چکاوک است و با فرود مخصوصی به همایون بر می گردد. Thank you.